Bismillahir Rahmanir Rahim. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahu al-azim. Bininda wa shaminde barnam islam aqra'an asubakai jahaniya radio television khurshid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jumeh shuma bakhair basha. Amidwaras amroz jumara ta ilaza khosh guzashtad nabashin. Khoshi ha az an shuma wa fursat ha khosh bigzarat. Amidwaras ke agar dard o gham o ranji khodai nakhasta darin, khodavand khodash غم ها را رنج ها را مصیبت ها را به خوشی ها تبدیل گردانه. خوشحال هستم باز هم عبدالبشیر سیرت با تقدیم برنامه اسلام قرآن تا عکس ها در خدمت شما هست و متمنا می برم شما هم با ما باشین و از داشته های برنامه استفاده ها کنین. آقای دکتر مفتی محمد ولی حنیف استاد دانشگاه مهمان ما هستن و با ما در استودیو. حضور شما بخیر باشه و خیلی خوش آمدید. تشکر زنده شما به سلامت. تشکر دوست عزیز. شماره تماس برنامه ما 020-220-1093 هست و امروز تلاش داریم که بیشتر سوالات که شما در جریان هفته ارسال کردین از جناب استاد بپرسم، چون تعداد سوالات میبینین دوستا بسیار زیاد هست و دوستا قسما شکوه و شکایت داشتن که به سوالات ما پاسخ داده نشده و شکایت چون به جای بود. به او خاطر روز ما فقط از همکارا خواهش میکنیم که یک دو سه تماس بیشتر نگیرن تا ما باشه به می سوالات یک بد سس داریم بپرسیم و از جواب سات پاسخ بگوین. و صفحه فیسبوک ما هم فراموش نشه اسلام فاصله و فاصله قرآن با نزدیک به 35000 لایک در خدمت شما هست. خب سوالی که از قرقیزستان داریم، اگر چی سوال ما در هفته های گذشته مطرح کرده بودم با تغییر عبارت، اما به هر حال برادر جواب خود نگرفته بودن، دوباره خود متن سوالشون رو میخونم جناب استاد ان شاء الله پاسخ میگن. سلام علیکم و رحمت الله و برکات، و اکمل هستم از قرقیزستان. من در یک معامله تجارتی با یک شخص شریک شدم، طوری که من باید همراهش خریداری کنم و این اموال را بفرستم و این معامله من و در این معامله من پول نمیپردازم و در حصه سوم شریک میشوم، مگر این اموال در وقت فروش نقص می کند؟ حالا سؤال این است، من که کارم خریداری و ارسال مال بود و پول من در این معامله نبود، آیا در این نقص من هم شریکم؟ و اگر شریکم چطور این نقص را جبران کنم؟ بفرمایید جناب استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. ببین در بخش فقه اسلامی احکام مضاربت، شرکت، انواع شرکت ها داریم. بله. و این صورت سوال هم کردن برمیگرده به موضوع مضاربت. مضاربت یک اصطلاح فقهی در فقه اسلامی چی معنا داره؟ که یک شخص پول داره، توان کار نداره، و یک شخص اونا پول نداره کار میکنه. صورت جوازش چی است؟ وقتی که معامله میکنن یکی پول داره یکی کار، یک صورتش هر دوش باید در نفع ضرر شریک باشن که صورت جواز. خب. یک مسئله. دوم مسئله انواع شرکت است. در صورتی که به حساب هر دوش پول انداخته و هر دوش مشترک کار میکنن، حضور از شرکت انواع شرکت مفاوضه، عنان، شرکت وجود، شرکت اعمال از خود احکام خاص داره در فقه اسلامی. برادر که سوال کردن صورت مضاربت است، وقتی که اونا کار میکنن در نفع نقصانش هر دو شریک است. حالی که توان پرداخت توان نداره. ببینن در عقد قرارداد به مناصفه کردن یا به صلح چی کردن، اما عقد قرارداد مدار اعتبار است، اقرار کردن، تعهد کردن، دفتن پرداخته نمیتونن، قرضه سرش باشه باز دوباره. خب با مزد، یعنی این بر میگرده به اولین روز قرارداد. قرارداد بله. و اگر قرارداد صورت نگرفته بود چی؟ ببین وقتی که مضاربت صورت میگیره نفس ایجاب قبول صورت گرفتن، ایجاب قبول صورت گرفتن و شیوه جوازش است که در مضاربت هر دو طرف، اما شخصی که پول داره و شخصی که کار میکنه، باید در توان شرید نفش باید شرید. سلامت امیره، من کمی باز بسارم جناب استاد. فرض میکنیم احمد نام به محمود نام به می اکمل برادر پول داد، در اول برش گفت مثلا اینی یک لک افغانی رو بگی تو برم از ولایت کابل مال بخر روان کو بگی از ولایت افغانستان. این اکمل نام می کار کرد، در اول برش گفته بودن که اکمل برش گفته بود که اگر توان میکنیم ما برات نمیپردازم چون ما پول ندارم. بالاخره کار جریان پیدا کرد، در با گذشت زمان تاوان کردن، چون اکمل در اول گفته بود که من پول ندارم به خاطر پرداخت تاوان، من برات پول نمیتم. حالا اگر ای تو یک قرارداد صورت گرفته باشه، آیا اینجا سود مطرح هست یا نه؟ چی ببینید صورت فقه اسلامی است که در مضاربت نفع و تاوان هر دو باید شریک باشه. خب باید شریک باشه. که بنده میگه که منم میکنم به حساب و تاوان به حساب، با صورت سود می. خب باید از این نه باشه. تشکر. خب جناب استاد، برادر پرسیده بودن که کدام کارها سبب بی‌برکتی در زندگی میشه، بفرمایید. ببین آیه قرآن کریم است ترک تقوا. وقتی که اعمال خلاف شریعت انجام بدین طبعا آثار و پیامدهای منفی در زندگی فردی، اجتماعی، در هم ابعاد زندگی انسان داره. و بالعکس اگر ما تقوا را
انتخاب بکنیم در تمام عرصه های زندگی ما، در زندگی فردی، فامیلی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی تحولات مثبت می خداوند کریم میفرمه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. نماز خواندن خودش تقوا عمل صالح است. نماز خواندن تمام اعمال صالحه انجام دادن سبب خیر و برکت در تمام امورات زندگی یک شخص شده. سلامت باشین، تشکر. خب اگر خانمی محرم شرعی نمی داشته باشه، یک خانم نیک چند خانم می باشه و سینا ممکن هچ هم فرض باشه، در چین حالت چی باید کرد؟ آیت قرآن کریم است، آیت 97 سوره آل عمران، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج یک فریضه اسلامی است بالای مرد و زن در صورتی که توان مالی داشته باشه زادرای. از فقهای اسلام شرایط وجوب حج است، شرایط صحتش را ذکر میکنند. مطابق فقه حنفی شرایط وجوب حج چی است؟ که انسانی که مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد، توانمندی، زاد راحله، مسائل پاسپورت و ویزیش، مصارف رفت آمد خود از نفقه عیال خود داشته باشد، صحتمندی جسمی داشته باشد، معذور نباشد، امنیت را باشد و از طبقه ناس محرم، وجود محرم مطابق فقه حنفی ضرور است. محرم نداشتنش فرض نیست و در عیدت نباشه، این شرایط وجوبش. شرایط صحت حجی است که اسلام باشه، عقل داشته باشه و ارکان حج و مسائل اعمال حج در ایام مخصوصش ادا بکنه، اوقات مخصوصش و از مفسدات حج اجتناب بکنه. بنابراین مطابق فقه حنفی بر طبقه ناس وجود محرم ضرور است. وقتی که محرم نداشت حج سرش فرض نمیشه، واجب نمیشه. و دیگه مطابق دیگه فقه مذاهب، فقه شافعی و مالکی دیگه ائمه اسلام، اونا میگن اگر خو یک خواهر در تیم خواهر آورن یا یک نفر اونجا محرم داشته باشن، دیگه کبر سن باشه، سرسفید باشن، اونا که مسئول باشن از لحاظ اخلاق مسائل، انشالله حجشان میشه در تیم یک خواهر آورن او و مسئول باشن، اشکال نداره. اگر در مثلا در کشور ما بیشتر حنفی مذهب هست، اگر خانمی با چند خانم دیگه، مثلا چند خانم دیگه یک محرم شرعی دارن، اینا هم در امو کاروان خدا به اصطلاح شریک میسازن، اما مطمئن هستن از امو یک فردی که محرم خانم های دیگه هست، اینه که دارنده اخلاق خوب هست. بخاطر که سفر حج سفر طولانی است، تقریبا 40 روز است. یک خواهر مسلمان این فقه حنفی که بسیار تاکید کردن به خاطر کمال احتیاط، ببینیم یک خواهر مسلمان عذر شرعی پیدا میشه، یکان تکلیف پیدا میشه، این حال محرمش نباشه کی سرپرستش بکنه به این موضوع. در غیر از او به حساب اگر در تیم یک خواهرها میرن که یک مرد محسن با تقوا همراهشان هستن، دیگه مذاهب میگه حجشان صحیح میشه. در سلامت باشین. یکی از بینده ها پرسیدن جناب استاد که در انجام بعضی از احکام دینی ما دچار وسواس میشیم، طور مثال در هنگام وضو کردن، در شستن بعضی از اعضا، ما میگم شاید سه بار شسته باشم یا نشسته باشم، یعنی با تکراری عمل من انجام میدم، و در خواندن نماز همچنان میگم شاید سه دفعه سبحان ربی العظیم در رکوع گفته باشم یا نگفته باشم، یا در بعضی موارد دیگه. رای حل از شما پرسیدن و در کنارش خواندن نماز با این وسواس چگونه است و انجام وضو همچنان؟ ببینید در شریعت چند قاعده است. یک قاعده آیت قرآن کریم است، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. با معذرت استاد، یک تماس بگیریم با گفتهای شما چون آغاز جواب هست برمیگردم. تماس داریم، بله بفرمایید. بله بله، آواز ما داریم. بله خوب هستین؟ سلامت، بخیر باشین، بفرمایید سلطنه. تشکر. میمشون از انتونه شدم، من میخواستم از کنپرسان کنم وقتی که دمی خواب اول ببینید دقیقا نمی تعبیر از چی هست، میخواستم من مفتی سکتم. سلامت باشین، تشکر. سلامت، بفرمایید سلطنه. ببین در شریعت چند قاعده است، لا یکلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. خداوند کریم بنده های خود در امور اختیاری که در اختیارشان باشه، قصد و اراده باشه، مؤاخذه میکنه. در امور غیر اختیاری محافظ. و در دیگه حدیث شریف پیغمبر اسلام میگن که
وقتی که وسوسه شیطان به شما وسوسه میکنه اعمال کفری شرکی را خلاف شریعت خیالاتی که میان شما مؤاخذه نمیشین تا وقتی که او را تلفظ نکنین و یا اگر فعلی باشه عملا او را انجام ندین باز فقهای اسلام میگه مراتب قصد پنج چیز است حاجز خاطر حدیث و نفس هم نیت حاجز چی را میگه که یک گپ خیالی یک بار در ذهنت خطور میکنه استقرار نداره این معاف است حدیث و نفس همون خلاف شریعت خیالات دو سه بار تکرار میشه تقرار پیدا نمیکنه استقرار یا معاف است و خطور هم یک بار دو بار میکنن تکرار میشه هم یک اراده خفی است اراده میکنی ولی که عمل انجام نمیدی در امور شر یا مؤاخذه نمیشه در حاجز خاطر حدیث و نفس هم بنده های امت اسلامی ما شما مؤاخذه نمیشه تنها در وقت قصد و اراده یک عمله و دیگه پیغمبر اسلام یک صحابی آمد که یا رسول الله در وقت وضو در وقت نماز وسوسه بر ما چیست پیغمبر گفت علامه ایمان است دوز جای میره که اونجا پول باشه شیطان جای میره که اونجا ایمان باشه شما باز وقایش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ایما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعیذ بالله آیت کرسی شریف ورد و اذکار ما دعاهای مسنونه ای که از پیغمبر اسلام ذکر است در وقت خواب کردن در وقت بیرون رفتن از خانه در وقت شروع نماز در وقت وضو باز دو شیطانی است که الخنزب و الوهان الوهان یک شیطانی است که در وضو به انسان وسوسه میندازد خنزب در نماز که دو رکعت خواندی سوره را خواندی یا نخواندی بنان قابل تشویش نیست ولی که نمو ورد و اذکار وقایه آدابی که ذکر است او را در نظر بگیرید شما بسلامت تماس بگیریم بله بفرمایید بله آواز ما داریم خب تماس قطع شد در مورد دیدن آب در خواب مثلا کتاب ببینن آب روشنی است ولیکن جوان که خواب میبینن باید اما هدف خلقت خود ببینن ماموریت در چی داریم آب روشنی شما در زندگیتان بین و خط و مشیر و اهداف زندگیتان را بکنید خداوند کریم ما را به خاطر چی پیدا کرد شناخت خود خودشناسی خدا شناسی طبیعت شناسی اهداف خلقتتان ماموریتتان مسئولیتایتان حسن نسل جوان با علم و اخلاق خدا آرسته بسازد شما بسازد ستون فقرات یک جامعه را تشکیل خب سوالی داشتیم در صفحه اسلام قرآن که پرسیده بودن که ملا امام یا پیش نماز کدام صفات داشته باشد که مقتدیا به او اعتماد کنند و در عقب نماز ادا کنند ببینید نماز خواندن یک فریضه اسلامی است نماز جماعت سنت موکد واجب تعیین امام یک امر شرعی است که از طرف وزارت حج و اوقاف یا از طرف مردم باید تعیین شان در کتب فقه اسلامی شرایط ذکر است که عالم به قرآن و سنت باشه قرآن و حدیث تنهای نماز پنج وقت نماز دادن شرط نیست یک عالم که اونجا مقرب میشه من حیث امام غیر از نماز ادای نماز جماعت مسئله درس قرآن درس حدیث درس فقه مسجد باید دانشگاه و پانتون باشه یک مرکز تعلیمی و تربیتی باشه مردم ببین از محراب تمام انقلابات که در اسلام صورت گرفت از محراب و مسجد بنا آن عالم به قرآن و حدیث باشه عالم به فقه باشه تقوا الگو نمونه و علم به قرائت قرآن کریم خوبتر قرآن به تجوید بکنه اینی شرایط داشته باشه و حضور لازم شرایطی است که میتونه یک منحیث یک امام خصوصا عالم به قرآن و سنت به فقه علم تجوید قرآن درست تلاوت بکنن و بدانن که اون مسئولیت های امامت خدا غیر از پنج وقت نماز دادن درس قرآن، درس حدیث، درس فقه و مسجد من حیث یک مرکز تعلیمی و تربیتی عیار بکنن قربان شما، شما با سلامت خب با مزرد سوال هست، جناب استاد مجبور هستیم بپرسیم یکی از بیننده های ما در صفحه سوال گذاشتن که دیدن ویدیوها و یا عکس های برهنه و یعنی بگونی خب دیگه از اون نام اصلیش که معمول هست نام نمیبریم دیدن این گونه فیلم ها و عکس های برهنه آیا غسل واجب میگردانه برای بیننده یا نه پیش از اینکه شما پاسخ بگوییم یک تماس بگیریم بله فرمایید الو سلام علیکم علیک السلام و رحمت الله بفرمایید بفرمایید آواز ما دارید؟
یک سوال داشتم از استاد محترم. این بود اول بگویم که من احمد هستم از لیسه مریم با شما به هم کلام. و سوالم این بود که من تقریبا یک دو سال قبل یک لک و 20,000 افغانی را طلا خریده بودم و او را زکات شنه دادم. من میره پرسان میکردم که این چه قسم میشه از مولوی صاحب؟ سلامت، خوب سوال، سلامت باشین. خب بفرمایید در مورد سوال قبلی و بعد سوال برادر. سوال قبلی، دیدن ویدیوها و عکس‌های بینا خداوند کریم توفیق به تعالیه امور مارک یک نظارت قوی از رسانه ها داشته باشند، یک وظیفه اساسی شان است و اهل رسانه ها را مسئولین رادیو و تلویزیون توفیق عنایت بفرمایند که قانون رسانه ها را مراعات بکنند. و دیگه دوستای مسلمان های ما شما را ببینین که پیغمبر اسلام میگن آیت قرآن است و قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، حفاظت چشم، عفت و کلام، عفت و یه از اصل شریع است که باید در نظر بگیریم. دیدن فیلم های مبتذل طبعا نارواست، چیزی که حرام است دیدنش هم نارواست، باید اجتناب شه. و در مسئله وجوب غسل از خود احکام خاص داره. اسباب وجوب غسل وقتی که بیرون شدن آب منی از بدن انسان، در اون صورت به حساب چی است اما غسل فرض میشه. در صورتی که آب مزی باشه، آب ودی باشه، اونا باز غسل فرض نمیشه، اما تنها فقط یک وضو میگه. سلامت باشین، تشکر. و بالاخره سوال برادر، یک لک 20,000 افغانی طلا خرید. زکات فریضه اسلامی است، هر مسلمان باید زکات بدن. در نظام ما باید دولت همین نظام زکات باید جبری بسازه، این وظیفه شان است. خود من اموالهم صدقتن تطهرهم. و در زکات باز از خود نصاب خاص دارن. علما فقهای اسلام میگن در حساب طلا 20 مثقال طلا که معادل 85 گرام افغانی ما میشه. اگه این برادر یک لک 20,000 افغانی خود کم میشه 85 گرام. در وقتی که 85 گرام طلا نداشتین سرتان زکات فرض نیست. و یک لک 20,000 85 نمیشه. بله نمیشه. تقریبا در حدود 2,000 تا 4,000 افغانی ده. اگر شما طلا داشته باشین سرتان زکات میشه، وام یک سال سر سپری شه، از ضرورت تا نیازتان زیادتر باشه، سرتان با زکات لازم میشه. شما به سلامت، تشکر. اگر لباس با منی و یا نجاست دیگه آلوده میشده باشه، اگر این با کاغذ تر یا یک چیز تر، تکی تر به اصطلاح مالیده شوه و یا خود امی زمانی که خشک میشه تکانده شوه، آیا این نمازی میشه؟ آیت قرآن است علم نخلق کم من ما این مهینده، ای رابطه که آیا آب منی پاک است یا نیست. فقهای اسلام اختلاف نظر دارن، خود جمهور فقها میگه نجس هستن، امام شافعی هم میگه پاک است. اما قول صحیح است در روایت از احادیث پیغمبر اسلام بیوشی صدقه روایت کردن، اما بهتری است که باید شسته شد، خوصاً تر وقتی که مایه باشد 3 بار با آب شسته شد. و اگر خشک بود و غلیظ بود با کردن ناخونم در وقت ضرورت. اگر با تکی تر خواهی دیگه هم نجس میسازد. بله بله، در صورتی که به حساب مایه باشه باید 3 بار شسته شست ضرور است. سلامت باشین. خب یکی از دختر خانم ها پرسیده بودن در صفحه اسلام قرآن که چرا شهادت 2 زن برابر به 1 مرد هست؟ بفرمایید. خدا گفت یک موضوع و دیگر حکمت و فلسفه داره. در 6 موضوع بین مرد و زن که تفاوت داره از خود حکمت و فلسفه داره. ببینین هر موضوع را که دوستا بیان میکنه خوب به تحلیل بکنن. شهادت تنها در یک بخش حقوق مدنی در تجارت خدا گفتن که شهادت 2 زن معادل شهادت 1 مرد است. در تمام موارد تجارتی حقوق مدنی واسطه شهید و شهیدین میر جالب. بله. دیات شریف از بازی را دکتر سویس وهاب زهیلی رحمه الله اونا میگن بعض علما همی آیت تفسیر و تحلیل غلط میکنن. میگن که این 2 خانم در مقابل 1 مرد است، از این معلوم میشه که خانم ها ناقص عقل و ناقص دین است. این گپ میگه غلط است. از خاطر که در بخش شهادت مثلا رویت هلال ماه مبارک رمضان مطابق فقه حنفی فمن شهد منکم الشهر فلیصم، اگه یک خانم مسلمان که عاقل بالغ رویت ماه هلال رمضان دید در محکمه شهادت داد، سر کل مسلمان ها لازم است که روزه بگیره. ببینید شهادت یک خانم. اینجا موردش چی است که یک 2 خانم گفتن به خاطر که اکثر خانم های مسلمان اوقاتش در محیط خانه زندگی میکنه، از نرخ نوا و پختگی تجربه در امور تجارت ندارن. اگر 2 نفر باشن بهتر. در نکاح تو جناب استاد باز در بحث نکاح هم شاهدی شهادت 2 زن نمیتونه کرد. ببینید در شهادت باز جناب سیرت شهادت 1 زن نمیتونه. در بعضی مسائل است که تنها خانم ها شهادت بدن، مثلا در امور نسایی ولادی، در مسائل حقوقی عدلی و قضایی.
در بعض حالتهای است که مثلا در حقوق جزا هیچ خانم ما باید شهادت ندن. از خود حکمت فلسفه دارن امور قطع قلب و ترحمشان. در بعض حالتها یک نفرم شاهدیش قبول میشه. و در بعض حالتهایی که هستن ببین یک خواهر در امور تجارت همه امور وقتشان در محیط خانه زندگی میکنن. پختگی تجربه در امور تجارت ندارن در معاملات. بنابراین اگر دو نفر باشه بهتر تر است. این یک مورد خاص است. در همه مسائل نیست. یک مورد خاص در یک حالت است. سلامت باشین. سوالی داریم که بیننده ما پرسیدن که مفتی صاحب در هفته های گذشته گفتن که اگر خانم تکلیف می داشته باشه شوهر اجازه گرفتن خانم دوم داره. اگر قضیه برعکس می باشه تکلیف شوهر می داشته باشه خانم چی باید؟ ببینید در صورت فقه اسلامی در فقه احوال شخصی نظام و خانواده ما بحث داریم انحلال عقد ازدواج 4 صورت داره طلاق خلع فسخ تفریق قضا با 4 صورت داره یک صورتش به سبب عیب در صورتی که شوهرش عنین جوب اصطلاحات است یا رتق و قرن حسن عنین و جوب یا مسئله عقیم باشه خود شوهر تاول تداوی بکنه در صورتی که اگر تداوی لاعلاج بود اول خو انشاءالله تداوی تب و طبابت پیشرفت کردن به حساب علاج در صورتی که اگر علاج ناممکن بود مشکل در مرد بود باز خانم حقدار پیشنهاد طلاق از محکمه خواه در صورتی که ضررش و اگر صبر و شکیبایی بکنن خوب بهتر در صورتی که شریعت فقط برش اجازه داده خواه یعنی میتونه در صورتی که در صورتی که شوهرش عنین باشه عنین چیه؟ یعنی تکلیف بخشی است که آله تناسلی وجود داره ولیکن نسبت تکالیف عقلی و عصبی نمیتونن که امو توالد و تناسل صورت بگیره اگر قضیه قسمی بود که تنها مشکل در نطفه بود و تداوی صورت در طب عدلی معاینه میشه در محکمه محکمه اینا رو یک سال وقت میتن اگر معالجه شد خوبتر در غیر از او باز حق خانم حق داره که به حساب تفریق قضا را پیشنهاد بکنه سلامت باشید تشکر بیننده و شنونده برنامه اسلام قرآن از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید هستید صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن در خدمت شما است و همچنان واتساپ ما 0782224710 امروز برنامه را بخش اولش البته اختصاص دادیم به طرح سوالات شما چون تعداد سوالات بسیار زیاد شده بود و هفته گذشته هم ما نتونستیم که سوالات بیشتر یادداشت کنید برای مسئولیتی که بر شخص خودمون پیش بوده بود به او خاطر امروز بیشتر ما تلاش میکنیم که همکارا چند دقیقه فرصت داریم در این بخش وقت ما هم اندک شد بوسیدن دست ایور یعنی برادر شوهر از و یا از کاکا و ماما جواز شرعی داره نداره بوسیدن فرض واجب سنت نیست تنها مباح است علما میگن در صورتی که اگر عالم دین باشه با تقوا پدر و مادر و پاچای امام عادل و هم در وقتی که به خاطر یک احترامشان به خاطر تقوا و علم چیزاش از ایوار خو نارواست حتی نشستنش در یک مجلس پیغمبر گفته اجتناب بکنید کاکا و ماما و غیره از وای اجتناب بکنن بهتر سلامت باشین کوتا اگر یک شوهر برای خانم خود واژه‌ای به کار میبره میگه که من خطت میتم آیا طلاق واقعی میشنه این از الفاظ کنایی است اگر مثلا خطت میتم به حساب در صورتی که اگر نیت طلاق داشته باشه یا خطت دادم بگی به حساب الفاظی که نیست اگر مثلا نیت طلاق داشته باشد طلاق در غیر از او بیشه یک طلاق واقع میشه؟ بله طلاق سلامت باشین اگر حیوانی چون سوال ای برادر خب بپرسیم دیگه چون مقتیش هست اگر در نزدیک عید قربان ما موضوع را راجع به احکام عید قربان میگیریم گفتن اگر حیوان قربانی گوشش بریده میباشه ای قربانی میشه نمیشه؟ انسان وقتی که یک مال قربانی میکنه سالم الاعضا باشه است تمام عیوب باید پاک باشه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ینالوا تقوا در صورتی که گوشش بریده باشه یا دنبش یا کور باشه اینا قربانی جواز نداره باید حیوان سالم الاعضا باشه سلامت باشین یک در یک جمله نماز جمعه در مسافرت میشه یا نه نمیشه و اگر جایی که رفتن اونجا نماز جماعت حاضر بود نماز بخونن بهتر یعنی اگر کسی مسافر بود در راه مثلا نماز جمعه رو بخونه بیخی نمازش نمیشه یا سرش واجب نیست سرش واجب نیست اما در یک جایی که رفتن اونجا نماز جماعت بود تیار بود آماده بود اشتراک عوض نماز پیشین نماز سلامت باشید تشکر به پایان این بخش رسیدیم دوست عزیز میان برنامه کوتاه
خوش آمدین. ادامه اسلام و قرآن را از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بینده هستید. موضوع این مقطر شب در صفحه فیسبوک همچنان پست کرده بودیم. فرضیت، فضائل و فلسفه حج در اسلام هست. آیاتی که انتخاب شده آیات 197 تا 202 سوره مبارک بقره هست. جناب استاد آیات تلاوت کنند. مخصوصا در یک مورد از جناب استاد جویای توضیح بیشتر خواهد شدیم که بعضی از دوستان هستند که انتقاد میکنند که زمانی که فقیر مستضعف مسکینی در همسایگی باشه و اگر حج باید تو فرض هم بود نباید بود. اینکه ما در برنامه تش در یکی از روزها با یکی از اساتید و بحث هم گرفته بودیم، خوب هست که به این مورد هم پرداخته شود. خب بفرمایید استاد گرامی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. سپاس شكرا. تشکر از شما. دوست عزیز، شما بیننده و شنونده برنامه اسلام و قرآن از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید هستید. موضوع بحث ما فرضیت، فضائل و فلسفه حج در اسلام هست. جناب استاد آیات مبارک تلاوت کردن. میپردازیم به طرح سوالات در راستای موضوع. از شما هم تمنا میبرم با دقت تمام باشین، دنبال کنین و از داشته ها استفاده کنین و از مطالب صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن هم استفاده کنین. مثلا اگر نظری داشتین، سوالی داشتین، ما در خدمت شما هستیم. سبب نزول چند آیت مبارک که شما تلاوت کردین چی هست جناب استاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مفسرین کرام خصوصا علامه ابن کثیر در تفسیر خود می نویسن در سبب نزول چند واقعه را ذکر می کنند. چهار واقعه را. بعض حجاج با خود زاد راهله، پول و مصارف سفر حج نمی گرفتن، در وقت ایام حج با سوال می کنند. از خدا از این کارا منع کردن. بهترین و تزود و فین خیر از زاد تقوا، اجتناب از سوال کردن در ایام حج. مای تجارت شما عبادت بکن، یک موضوع. دوم، در رابطه با درس مساوات میک فلسفی اخلاقی حج، فلسفی تقوا. دوم مسئله مردم قریش، اونا به عرفه نمی رفتن، میگفت ما در مزدلفه، ما مردم اشراف هستیم، این لازم نیست که به عرفه بریم. خدا درس مساوات فلسفه سیاسی، خان و غریب، خرد و بزرگ، امیر و فقیر در برابر احکام شریعت قانون یکسان. چقدر زیاد. اونجا بریم. دو سه اون موضوع در رابطه با مناسک حج، وقتی که در منا اونا بعض صحابه کرام میگفتن در زمان جاهلیت تجارت در ایام حج میکردن، خصوصا در منا بازار مشهور بودن. باز مسلمان ها از این تجارت و خرید فروش که در اوقات بیکاری که وقت نماز نمی بود دیگه مراسم، اجتناب میکرد که شاید تجارت حرام باشد. آیت نازل شد که این تجارت ها که در اوقات بیکاری تان میتونین بیسن. و چهارم موردش که بعضی در ایام منا
وقتی که مراسم حج خلاص میکردن باز زمان جاهلیت مشرکین عرب مشاعره مجالس میگرفتن شعر شاعری میکردن مفاخر آبا و اجداد خدا ذکر میکردن ذکر خدا را فراموش میکردن خدا گفتن که آبا و اجدادتان را ذکر نکنین همی حج باید تاثیر سرتان بگذاره همین نکتهش خوبه بشارت برای تمام عصرها مخصوصا در عصر ما هم یک کار بسیار جدی داره و دیگه اقسام حاجی را در آخر ذکر میکرد یکی از لحاظ فقهی سه رقم حج داریم حج افراد تمتع قران دیگه از لحاظ عمل کردش یک حاجی دنیوی است دیگه که حاجی است که هم دنیا را میخواد هم آخرت که در نتیجه حق حج مقبول و مبرور نصیب شد سلامت باشین ترجمه و تفسیر ببینید در آیت اول خداوند کریم الحج و اشهر معلومات ماهای حج بیان میکنن ممنوعات حج و به تقوا فلسفی اخلاقی حج حاجی را متوجه میسازه الحج و اشهر معلومات برای حج چند ماه تعیین شده ماه شوال است مکمل ذوالقعده و دی ذوالحجه فمن فرض فیهن الحج پس هر کسی که خود لازم کرد در آنها حج را اما شرایط وجوب شرایط صحت حج داشت سرش حج فرض شد وقتی که احرام بتن بسته کرد بس بعض ممنوعات حج باید انجام نده فلا رفس مقاربت یا مباشرت با زن و مقدماتش اجتناب بکنه ولا فسوق و نه گناه کردن ولا جدال نزاع جنگ و جدل همراه همسفر خود حاجی در ایام سفر در زمان حج و دیگه مسئله شکار نکنن ناخون قطع نکنن موی های اضافی بدن خدا و غیره سر و صورت خدا پرت نکنن این ممنوعات حج بیان کرد بله. و ما تفعلوا من خیر یعلم الله و هر نیکی را که شما انجام میدن خدا میدانه محاسبه میکنه و تزود و فین خیر زاد تقوا و توشه بردارین یقینا بهترین توشه اجتناب سوال است با حاجی یک درس میدن فلسفی اخلاقی حج شما وقتی که حج میرین باید یک تغییرات مثبت در سلوک کردارتان به بله. مسئله رفس، جدال، فسوق، گناه کردن و مسئله باید تقوا سرتان تاثیر بگذاره و بهترین تقوایی است که سوال نکنین بیسه اما زاد راهله را با خود ببرین مای تجارت است اونجا باید سب اعمال عبادت بکنین و تقون یا اولی الباب و از من بترسید ای عاقلان در آیت دوم در مسائل تجارت است که در ایام حج یک حاجی میتونن که ایام رسمیش مسائل فرایز حج هم انجام میدن در دیگر اوقات میتونن که یگان خرید فروش یا بعضی صحابه کرام سابق بودن که مسئله شطور در کرام میدادن حاجی ها از یک جای مزدلفه به عرفات انتقال میدن هیچ اشکال نداره لیس علیکم جناح نیز بر شما گناهی ان تبتغوا فضلا من ربکم که طلب کنین فضل پروردگارتان یعنی تجارت در ایام حج فاذا عفتم من عرفات پس وقتی که برای از عرفات به شما برگشتین به خاطر فذکر الله عند المشعر حاجی وقتی که در روز عرفه به عرفات میرن تا شام غروب باز وقت شب عید میان فذکر الله عند المشعر باید در مزدلفه بین شب در مزدلفه سپری کنین نزدیک مسجد مشعر الحرام نماز شام و خفتن اونجا بخونین و اذکروه کما هداکم و یاد کنین خدا را همان طوری که به شما نشان داده با مسجد نزدیک کدام مسجد گفتید مسجد مشعر الحرام در مزدلفه شریف و این کنتم من قبله لمن الدارین و یقینا شما بودین قبل از این ناگاه وقتی که شریعت نبود پیغمبر نبود خب با مترقی رسم و جاهلیت خود پیش می رفتین بدعات و غیره ثم افیدوا من حيث افاد الناس واستغفر الله و دیگه اشاره است به قوم قریش شما برتری نخواهید شما انسان هستین بنده هستین در مقابل احکام شریعت مکلف هستین که طبق سنت پیغمبر عمل بکنید از اون راهی که مردم به عرفه میره شما هم برین در عرفه در مزدلفه وقوف نکنید برین باز پس از عرفه آمدین ثم افیدوا من حيث افاد الناس واستغفر الله پس برای طواف برگردید از جایی که مردم برمیگردند و آمرزش بخواهید از خدا شب در مزدلفه سپری کنین باز بین به خاطر روز عید مسئله قربانی و مسئله تراشیدن سر و اونا همو چهار کار اساسی که باز با طواف زیارت به حساب چه میکنه شیطان زدن ان الله غفور و رحیم یقینا خداوند کریم آمرزه و آمرزنده و مهربان است فاذا قضیت مناسککم پس وقتی که با پایان رسانیدید حج کارهای حج خصوصا روز اولی چهار کار اساسی که است شیطان زدن، قربانی کردن، تراشیدن سر و طواف زیارت این کار که انجام کردین فذکر الله که ذکرکم آباکم و شد ذکر را پس خدا را یاد کرد تسبیح و تحلیل و تحمید و تکبیر در ایام تشریق در روز اول دوم عید سوم عید که رمی جمرات میزنین او شد ذکر را مثل که آبا و اجدادتان شما قبلا در پیش از زمان
در اسلام در زمان جاهلیت ذکر بکردن، عوض از او باید در ایام تشریق ذکر از کار خدا را زیاد بکنیم. باز اقسام مهاجر در آخر ذکر بکنن. بعضی حاجی هایی هستن، یک از لحاظ فقهی گفتیم حج سه قسمت، حج افراد و تمتع و قران. او از لحاظ دیگه، از لحاظ عمل کرد کمی حج سر کدام حاجی تاثیر میکنه یا نمیکنه. او حاجی که پولش حلال نباشه، حج مبرور و مقبول نصیبش نمیشه. او به خاطر شهرت و نام و دنیوی، اغراض و دنیوی حج کردن. فمن الناس من یقول ربنا آتنا. بعضی از مردم کسانی هستن که میگن خدای ما را دنیا را بده، در فکر آخرت نیستن، شهرت نام میخواین. و ما له فی الاخره من خلاق، و نیز برای اونها در آخرت هیچ بهره. حج پول حلال نکردن، توسط پول حلال اثرات هم سرش مرتب نمیشه، مسئله حج مبرور و مقبول نصیبش نمیشه، مار میرن اجدار پس میرن. و من هم من یقول، بعضی حجاجی هستن که مطابق شریعت حج میکنن، زاد و راحلیشان هم حلال است و حج هم مطابق سنت پیغمبر اسلام ادا میکنن، هم دنیا را میخواین هم آخرت. ربنا آتنا فی دنیا حسنه، ای پروردگار ما را در دنیا هم زندگی با عزت، و فی الاخرت حسنه، و هم در آخرت نجات و سعادت نصیب ما بکن، و قنا عذاب النار، همه ما را مغفرت و از آتش دوزخ نجات بده. خدا میگه اولئک لهم نصیب مما کسبوا، برای این گروه از مردم حصه از کسبشان است. چی مانا؟ مطابق اعمالشان، ارکان حج، مطابق سنت پیغمبر که عمل کردن تمام فرایض و واجبات سنت، در مقابلش خدا حج مبرور مقبول ضمانت جنت برشان میکنن، اونا را مغفرت گناهایش مثل که یک طفل نو پیدا میشه. والله سریع الحساب، و خدا زود حساب گیرنده. قربان شما، شما با سلامت باشین. تشکر. تشکر از جناب استاد و از تمامی شما که داییدم هستین با ما. یک میان برنامه کوتاه میگیریم و باز هم طرح سوالاتی که در راستای موضوع هست از جناب استاد. خوش آمدین. ادامه اسلام و قرآن را از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید میدستید. فرضیات، فضائل و احکام مربوط به حج موضوع این مقطع و امروز ما هست و تمنا میبرم که از داشته ها استفاده برین. معذرت میخوایم. نکات کلیدی آیت مبارک چی است؟ نکات کلیدی چند نکته است. اول خو حج یکی از ارکان مهم اسلام است، عبادت بزرگ است. ماهای مشخص دارن، ماه شوال، شوال و ذوالقعده و ذوالحجه، ده ذوالحجه. و ممنوعات حج بیان کرد که یک حاجی احرام بسته میکنه از کدام چیزا باید اجتناب بکنه. فلسفی اخلاقی حج، یعنی حج یک عبادت است، عبادت بدنی و مالی، باید اثرات مثبت در سلوک و کردار حاجی باید رونما شه. مسئله تقوا فلسفی وی از پول حلال میتونه ایجاد شه. بله، زاد و راحلی حلال. دیگه فلسفه اقتصادی تجارتی حج، که دین اسلام دین تجارت است، هم عبادت بکنین ما تجارت است. تجارت معنوی رو در نظر بگیرین که یک نماز در کعبه یک لک نماز، یک نماز در مسجد نبوی 50,000 نماز. ولیکن در دیگه اوقات 2,000 نماز میگن جواب نه، در حدیث صحیح است که در کعبه شریفه یک لک نماز، در مسجد نبوی به حساب 1,000 نماز، و در مسجد اقصا، مسجد پیغمبر اسلام 1,000، و مسجد اقصا 50,000 روایت آمده. در روایت صحیح مسجد نبوی باید فضیلت بیشتر نسبت به مسجد اقصا باشه جناب استاد، بس خاطر که سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الاقصى. نه، هدف سر فضیلت چیست؟ یعنی اول خانه کعبه، بعدش مسجد نبوی و بعدش مسجد اقصا. در پیغمبر اسلام در حدیث که کس مسجد اقصا باز فضیلت بیشتر است، قبله بسیار قبله مسلمین بوده. سلام. باز دیگه مسائل فلسفی سیاسی حج است. ببینین یک خدا را پرستش میکنن، عرب و عجم در یک خانه طواف میکنن، یک شعار میگن لبیک اللهم لبیک، پس چرا متحد نمیشه؟ درس سیاسی وحدت امت اسلامی، یک نمایش وحدت امت اسلامی است. و دیگه در مسائل فلسفی اجتماعی، در اجتماع ببینین هر انسان مسلمان یک سلسله حقوق داره، اگر عرب باشه، عجم باشه، اگر قوم قریش باشه، غیر قریش باشه، در برابر قانون یکسان حقوق داره. این مسائل است. تشکر. و در آخر اقسام حجاج بیان وجود شما مسلمه. تشکر. خب از شرایطش بگوین، شرایط وجوبش چه شرایطی باشه که حج واجب و یا فرض میشه؟ علما فقها در کتب فقه اسلامی میگن شرایط وجوب و شرایط صحت حج. شرایط وجوب حج فقه حنفی بیان میکنه که یک انسانی که مسلمان، عاقل، بالغ، زاد راحله، توانمندی پولی داشته باشه، آزاد باشه، مسئله امنیت را از طرف حکومت چیز ممانعت نباشه،
ور طبقه ناس وجود محرم شریعت ضرور است و همچنان در عدت طلاق نباشه، در عدت زوجش متوفا نباشه. این شرایط وجوب است. شرایط صحتش وقتی که یک انسان چی مرد باشه چی زن، مسلمان باشه عاقل باشه، تمام ارکان و افعال حج در امو ایام مخصوصش انجام بدن و از مفسدات حج انجام اجتناب بکنن، خداوند کریم در مقابل حج مبرور و مقبول نصیبش بکنه. قربان شما. بعضی از کسا را ما داریم جناب استاد که با آنکه حج سرشان فرض است، از امکانات خوب اقتصادی بهره مند هستن و دارن و توانمند هستن، اما با آن هم قسما کسل هستن، میگن باشه حج ما واگذار میکنیم برای روزهای اخیر عمر، یعنی زمانی که ما روی سفید شدیم به اصطلاح، یا سن ما باید از 50 یا 60 به اون طرف رسید. خب پس اونا را تشویق کنیم، چه فضیلت هایی را داره حج و چه فواید دنیوی را همچنان میتونه داشته باشه؟ ببینین حج باید آیت 97 سوره آل عمران ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا فرض عین است، بالای مرد و زن که توان غنی باشن، اما شرایط وجوب شرایط صحت داشته و کس نمیکنه و من کفر فان الله غنی عن العالمین، و اگر کس از او از فرضیتش منکر شه کافر، و اگر عملا انجام ندن فرضیتش قبول بکنن گناهگار میشه. و در دیگه حدیث شریف پیغمبر اسلام میگه کسی که توانمندی حج داره و حج نمیکنن پروا نداره که یهودی میمورن یا عیسوی یا وسنس، باید یک فریضه اسلامی است. و بعض دوستان میگن یک کسی فقیر و مسکین ما داریم چرا حج بکنه؟ ببین مسئله شریعت است. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، خدا غنی را دم و غنایش امتحان میکنه، فقیر دم و فقرش. یا بعض فقرای مدینه آمدن به احساس پیغمبر اسلام پرسیدن که این برادرایی که سرمایه دار است اونا زکات میتن، ما زکات داده نمیتونیم، اونا حج میرن ما داده نمیریم. پس پیغمبر اسلام گفت همین تسبیحات فاطمی را، سبحان الله الله اکبر لا اله الا الله بخونین، خدا اجر و پاداش از اونها را میده. یک صحابی آمد که یا رسول الله، مو حاجی صاحبه که سرمایه دار است، یک برادر مسلمان نامش گرفتن که اونا امی تسبیحات اونا میگن، هم حج رفتن هم زکات دادن امی تسبیحات. پس پیغمبر گفت فضل خداست، کسی که خدا بتن شما با اونا بخیلی نکنین، حسادت نکنین. بنا حج در عمر یک بار فرض است. این دلیل شده نمیتونه که فقیر و مسکین از شما حج نرین، از جمله شعائر دین است باید حج برید. اما دیگر حجای نفلی باز بهتر است که در کارهای عام المنفعت در حوایج ضروری باید مصرف شود. فوایدش فواید دنیوی داره و اخروی. فواید دنیویش چی هستن؟ که مسئله در زندگیش خیر و برکت، فقر و بیچارگی از بین میره خانش. و در فواید اخرویش مثل طفلی که نو تولد میشه، در حدیث پیغمبر میگه من حج لله فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، پاک میشه از گناه. سه چیز است که گناه های کبیره و صغیره انسان معاف میکنه، یکی هجرت، یکی اسلام آوردن و یکی حج. و دیگر ضمانت جنت است. در حدیث پیغمبر بر حاجی که حلال خور باشه او را ضمانت حج و بعد دور از ریا حج رفته باشن بیسا. و دیگر یک تجدید و عهد و پیمان با خدای خدا کردن، در خانه خدا در بیت شریف رفتن. و دیگر مسئله فوایدش است، فواید صحی است که از خیلی امراض اکثر سرمایه‌دارا رو میبینن تکلیف های روانی دارن. بله. و پیش یک دکتر عقلی و عصبی برن و سیاحت بکنن، و این حج بهترین سهم سفر است، هم سیاحت است و هم برای خیلی امراض روانی علاج است. همین نکته بسیار مهم هست جناب استاد که تجربه نشان داره. دو مورد که شما اشاره کردین، یکی که با انجام دادن حج فرضی کس فقیر نشده، ما تال کسی را سراغ نداریم که حج فرضی رفته باشه و این سبب فقر شده باشه در بعدها، و یکی از نظر روانی بسیار یعنی کسایی که رفته و دوستا را بار بار خداوند به مکان مقدس برسانه سبب آرامش میشه. و خوب است دوستایی که مخصوصا دچار تکلیف های روانی هستن اینا سری بزنن به حرمین شریف. خب درباره فلسفه اخلاقی سیاسی و اقتصادی حج خوب است که از شما چند حرف بشنویم. هر حکم شرعی از خود حکمت و فلسفه و اسرار دارد. حج یک عبادت بزرگ است، باید مثل که نماز ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر یا روزه لعلکم تتقون، در حج هم فلسفه اخلاقی دارن، فلسفه سیاسی اقتصادی اجتماعی. و همچنین ببین که یک حاجی که حج میکنه این باید در حقیقت اگر عالم باشه از احکام دین شریعت آگاهی داشته باشه، در هر مناسک حج که انجام میده در پشت سرش یک حکمت داره. مثلا در مقام ابراهیم یک یادبودی از خاطره های حضرت ابراهیم علیه السلام، بله، در حتیم، در صفا و مروه، در منا، در رمی جمرات، اگر عالم باشه از تاریخ اسلام خبر باشه یک تمثیل ابراهیمی را، یک تمثیل بی بی هاجر را، تمثیل حضرت اسماعیل علیه السلام میکن. یه دیگه فلسفی اخلاقی حج، ببینن که به حاجی درس میدن که شما در این 40 روزی که در ایام حج میباشه
این کار بکنین، این کار نکنین و چیزای اخلاقی را فلا رفص ولا فسوق ولا جدال فی الحج. مسئله درس تقوا همی حج سرتان تاثیر بگذاره. قبلا نماز نمیخونین، بعد از اینکه حج کردین خود نماز خوان و حتی سر فامیل تاثیر بکنه، اونها هم نماز خوان. یک نکته است قبلا سود میخوردن، حال سود باید این ما داریم حد اکثر که گناه بیشتر از دستش سر میزد پیش از رفتن به حج. زمانی که به حج میره تغییرات دیگه میاد، اما این تغییرات مقطعی میباشه، زودگذر میباشه. تا دو ماه سه ماه بسیار آثار حج دری به طور کامل دیده میشه، گناه انجام نمیده، بیشتر متکی از به انجام فرایض واجبات و سنت مستحبات بعد در بعد در محیط تاثیر داره. محیط تاثیر داره، ولیکن انسان باید استقامت بکنه، دوامداری در اعمال. دیگه فلسفه اقتصادی حج است. بیت الله خانه خداست، قبله همه مسلمان است. عرب و عجم عمایدی که در بیت الله مه باید در خود حج کعبه مصرف شه و عاید سالانیش باید در تمام کشورهای اسلامی دهی مستحق است، مدارس اسلامی، پوانتونای اسلامی، مکاتب، مدارس بس مصرف شه. تنها اولیای امور عرب ها به حساب به خود مصرف نکنند. فلسفه اقتصادیش است. بیت الله بیت همه مسلمان است، قبله همه مسلمان. دیگه فلسفه اجتماعی است. ببینیم به خاطر حل مشکلات جهانی مسلمان ها، یگانه دینی که کنفرانس جهانی در سطح جهان اسلام داره اسلام است. ایام حج ببینیم فصل بیداری است، جنبش و تحرک جهان اسلام است. ما روز بر مشکلات داشته باشیم، در پنج وقت نماز جماعت مشکل ما حل فصل میشه، مسائل اجتماعی در نماز جمعه، در نماز عید. ولیکن در سطح جهان اسلام کشورهای اسلامی چیز مشکلات دارند از طریق کنفرانس اسلامی در ایام حج. و دیگه همچنان درس وحدت، برادری، صلح. ببینین یک خدا را پرستش میکنین، در یک خانه طواف میکنین، یک شعار عرب و عجم، سفید پوز سیاه بود، لبیک اللهم لبیک، امی چی درس میده؟ درس وحدت، درس برادری، درس مساوات. این در صورتی است که انسان علم به شریعت داشته باشه، احکام شریعت خدا را حاضر و ناظر ببینن، در وقت سرش تاثیر میکنه. قربان شما، اندک دقایقی با ما هست، کدام نکات یک حاجی صاحب باید در نظر بگیره که حجش مقبول و مبرور در پیشگاه خداوند باشه؟ خیلی نکات است و طور مختصر. اول پول حلال شرط است. یک، حاجی آموزش احکام شریعت به حساب حج که فرض است، علمش هم فرض است، مطابق رهنما سنت پیغمبر اسلام عمل بکنه، توبه و استغفار به خود و دیگر مسلمان ها، عفو بخشش، داشتن اخلاق نیکو، صبر و تحمل، خصوصا همراه همسفر خود دیگر حجاج کمک کنند، استقامت در عبادت، ارزش و وقت در ایام حج، یک نماز خواندن در کعبه، یک لک نماز در بازارها چکر نزنند، در فیسبوک خود مصروف نساختند، همین وقت مای تجارت است دری، و همچنان پابندی به نماز جماعت در بیت شریف و همچنان در مسجد نبوی. این کارا را انجام دیگه از شهرت و ریا و چیزا در رفت و آمد اجتناب بکنن. ان شاء الله حج مبرور مقبول نصیب شما. قربان شما. جناب مفتی صاحب استفاده ها کردیم. خدا شما را به سلامت داشته باشه. تشکر. به پایان برنامه روزی خود رسیدیم. سپاس شکران از تمامی شما و از تمامی همکارانی که در پیش برد برنامه با ما همکار بودن. صفحه فیسبوک ما را فراموش نکنید. اسلام فاصله و فاصله قرآن. و شما تماس با واتساپ ما و شما تماسی که در جریان هفته در خدمت شما هست. 0782-22-47-10 سوالاتی که انشاءالله ارسال کرده بودین حد اکثرش پرسیده شد. خیر، اگر به چند سوالی پاسخ داده نشده باشه، جمعه بعد در خدمت شما هستیم. تا بازی بعد شما را به خداوند یک تا امانت کرده. الان نگهدار شما.